سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام. خسته نموشید. قربونتون خیلی ممنون. عذر میخوام ببخشید از اینکه وقتتون رو گرفتم. دیدم که ماشینتون، کاپوت ماشینتون مزین شده به نام حضرت سید الشهدا علیه السلام. میخواستم که هدفتون، انگیزتون از این کار چی بوده؟ حقیقتا دوست داشتم دیگه بالاخره ماشین متبرک کنم به نام نامی آقا ابی عبدالله الحسین، از اینجایی که ما ادعا میکنیم شیعه و پیرو آقایین. بالاخره دوست داشتم نام آقا رو ماشینم باشه، همینطوری که در قلبم هست. از جلو مغازه شما رد می‌شدیم، دیدیم سردر مغازه‌تون مزین کردیم با پرچم مشکی. میتونم علت این کار سوال کنم از شما؟ ایام مشهوره دیگه، هر چی داریم و نداریم به قول قدیما میگه از این بزرگاست. شاید بتونیم کوچکترین کاری در برابر بزرگترین کار آقامو کرده باشه. با من به تو سخر با من به بعد ما هم جواب بدیم انشاءالله. السلام علیک یا ابا السلام سینه رو در شب باوند یم حسینو بازم زینب باوند یا زینب حجی نرج آقای ما همه زمان سلام بفرید سلام محمد بیارین علم و بیرقا را اومد محرم و لباس ماتم بیارید، تکیه ها رو بفا کنید، علم با پرچم بیارید، تو کوچه های شهر ما بازدار بوی سیب میاد، گوش بکنید ناله های یه مادر غریب میاد، یه مادر غریب تو کوچه های شهرمون بازدار بوی سیب میاد، تو کوچه های شهرمون با
باز در بوی سیب بیاد پیش بکنید ناله های یه مادر قریب میاد یه مادر چی میگه؟ غریب ما در یا حسین غریب ما در یا حسین غریب ما در یا حسین غریب ما تند نشان چگیامون یادته با چادر مادرامون علم میکردیم تکیه رو بی خیال دور و زمون دل ما رو اربابمون به هر جا که بسته میریم پایه برهنه میشینیم کوچه ها دست میری ما رو ببخش که چشمامون بارونی هست و نم نمه زنجیر زنیم اما آقا طاقت شونه ها کمه طاقت شونه ها جانم باز صدای سلیم میاد اکبر ابا اکبر ابا باز صدای سلیم میاد اکبر ابا اکبر ابا ماه ملک منظر ابا شبیه پیغمبر ابا اکبر ابا اکبر ابا اکبر ابا اکبر ابا با صدای سلیم میاد اکبر ابا اکبر ابا با صدای سلیم میاد اکبر ابا ماه ملک منظر ابا شبیه پیغمبر ابا غریب ما در یا حسین غریب ما در یا حسین غریب ما در یا هدفتون از این کار چی بوده؟ چه هدفی داشتین؟ چه چیزی از امام حسین میخواین که این کار رو بازش انجام میدید؟ والله این هدف نیست، وظیفه است. یعنی اون چیزی که امام زمان ما امر کرده به این مطلب که ما باید عزادار کنیم. حالا ما اگه مثلا نه اینکه بگیم ما که کاری نیستیم، وسیله ایم. اگه هنرشو داریم باید انجام بدیم به حقیقت. و حتی اگه شده ما 24 ساعت بشینیم گریه کنیم تازه میشه وظیفه شرعیمون. این کاری هم که میکنیم، این دم و دستگاه، این بند و بساط، شاید به چشم مردم دنیا یکم زیاد باشه، زحمت باشه، ولی به حقیقت کم کاریه. به قول اون عالم بزرگ که ما هر کاری بکنیم، بلکه افراط که نکنیم، چه تفریط هم کردیم، اشتباه نبود، یعنی کم کاری کردیم خلاصه. به هر حال این کارم به عنوان هدف نیست، وظیفه است. اگه ما امام حسین علیه السلام خودش یاد بگیریم از خود سید شهدا، خودش برای خدا هر کاری کرد. چرا این کارو کرد؟ یک دری خدا باز کرد از باب امیرم، یک دری به نام باب الحسین که مردم رو بفرسته برای بندگی خدا. یعنی علام شوشتری، شیخ جعفر شوشتری گفت من عمری نگاه کردم هیچ کاری انجام ندادم که اون دنیا بتونه دستم بگیره. گفتم کدوم راه میان برو من پیدا کنم که برم سمت خدا؟ نزدیکترین راه نگاه کردم، گفتم فقط راه ابا عبدالله. خدا این منت رو سرم گذاشته، سید الشهدا با این فداکاری منت رو سرم گذاشته.
حالا ما بمیریم برای امام حسین کمه، هر کاری بکنیم کمه. هوا هوای جنته و اینجا کرب و بلای حسینه، محل رفت آمده هورالعینه، صدای ما از بین الحرمینه حسینه. حرم حرم پر میزنم تا برسم به حرم ابوالفا، مسیحا بشم از دم جا، بمیرم زیر علم ابوالفا. عشق طلب عشق حسین، عشق طلب عشق حسین، مش فقط نام حسین، مش فقط نام حسین. آرزو دارم که بشم کبوتر به بال حرمه، کبوتر به نفس نفس میگم حرام، حرام سجاده آسمونه، به یه عبارتی دار الجنونه، حرام خونه ی مادرزادی مونه. ابا الفا حسین حسین ذکر جنون، دوباره هوای شش گوشه دارم، باز این چه شورش از به قلب زارم، سر به عشق کرب و بلا میذارم. ابا الفا ابا الفا عشق فقط عشق حسین، مشق فقط نام حسین، عشق فقط عشق حسین، مشق فقط نام حسین. آرزو دارم که بشم کبوتر به، آرزو دارم جارو کشه به گل حرمه، آرزو دارم که بشم جارو کشه به. یا حسین یا حسین یا حسین، به قول یه آقایی این روز خون سید و شهدا بود، شب خواب دید امام زمان و امام زمان شروع کرد پرونده این آقا رو شروع کرد بخوندن، هی سر تکون میداد، انگار خبر خوبی توی این پرونده نبود. یه جا رسید امام زمان خوشحال شد توی عالم رویا، گفتش که آقا چی شده قربونتون برم، خوشحال شدیم. من که روزی هم گفت اینجا تو روزه برای علی اصغر خوندی، من خوشحال شدم. حالا دیگه منم والا بگم اگه بیام اینجا بگم که من واسه امام حسین کار میکنم، شاید دروغ گفته باشم. من واسه دل خودم کار میکنم، چه منت سر امام حسین بذاریم. ولی نمیدونم اگه خوشحال باشه امام زمان، قطعا دل منم باید خوشحال باشه، و اگه امام زمان ناراحت بشه من هیچ خیری از اینجا زیر، یعنی به قول آقا باید برم بمیرم، مردن برام بهتر از این که من این همه زحمت بکشم آخرشم هیچ. اتفاق تو زندگی تا حالا افتاده که خودت مدیون امام حسین بدونی؟ من لحظه به لحظه مدیون امام حسین، بارها شده که من تا دیگه بدترین وضعیت ها کشیده شدم و نجات بدم. من هر وقتی میرم پیش امام میگم امام حسین نیاد اون روزی که من ازت جدا بشم. هر کاری ما این اهل بیت واقعا هر لحظه ها، حالا ما خیلی چیزاشو نمیدونیم چقدر بلا، ولی خب اونا که خودم به چش خودم دیدم و حس کردم خیلی زیاد بوده، کم نبوده، جایی بوده که به رسوایی قرار کشیده بشم امام حسین نجات داد.
یعنی همین خیمه‌ای که شما می‌بینید، این بچه‌های ما رو برین تک تک بپرسین. از این بچه ها چند نفر؟ همین تعداد. یا یکی دانشجوه، یا یکی دانشجو آموزه، یا یکی میرسه نه پولی دارن، نه الان شما اینجا فیلم ببینید چقدر مزن قیمت برمی‌داره، به ظاهر فقط جمع کنی اینجا رو و چقدر کار می‌خواد، کارهای تخصصی می‌خواد. همینا ما رفتیم پیش امام رضا، گفتیم یا امام رضا ما واسه کی می‌خوایم عزا بگیریم؟ واسه امام حسین. مثال اون مردی که تو کربلا هر سال روزه می‌گرفت، اینم نوشته بودیم تو نامه انداختیم تو زری امام رضا، کسی که هر سال روزه می‌گرفت یه سال برشکست کرد، نداشت بزنش، گفت پاشو بریم، پاشو بریم امسال مهمونا بیان آبرومون میره. مثلا گفت نه بشینیم. شب اول محرم دید هیچ خبری نبود، بلند شد رفتش پیش حرم امام حسین صدا زد آقا جون این بود همین، این همه ما هر سال میگفتم حالا امسال هیچی ندارم. بر میگشت نیمه شب تو بازار بین الحرم، این قدیما یه بازار بوده، یه بازار دید کل مغازه ها بستن، فقط یه مغازه باز بود، اونم مغازه میر حسینه. رفت داخل مغازه دید خود میر حسین نشسته و خلاصش گرفت اون جنسا رو، هر چی خواست، برنج برداشت، عدس برداشت، آخرش هم خواست بره میر حسین در اومد دو تا شمدون در آورد، گفتش اینا رو مادرم فاطمه داد، اینو بذار تو روزه حسین. برگشت خونه، قبل از اینکه برسه خونه دید وسایل همه تو خونشه، دید همه وسایل اومده تو خونه، نمیدونم چه جوری. اینم زنش هم نشسته داره گریه میکنه، گفت زن چته؟ گفتش که مرد کجا رفتی آبرو گرو گذاشتی این همه وسیله برام آوردن؟ گفتن که آبرو که یه فکر، گفتش که بابا من داشتم نیمه شب راحت میشدم، دیدم مغازه میر حسین بازرا، اونم همه چی بهم داد. گفت مرد دیوونه شدی؟ نداری به سرت زده؟ گفت برای چی؟ گفت مگه یادت نیست میر حسین 20 سال پیش مرده، خود سیدوشانو اینجوری میخره. از این مثال هم زیاد بوده. من اینجا همین دیشب یه آقای اومد گفتش که صاحب زمین مثلا گفته که سال بعد میخواد این زمین رو بفروشه بری. گفتیم که نه این خبر نیست، سیدوشادا بخواد هر سال ما اینجا مجلس میگیم، اینجا به اسم خشتش به اسم امام حسین خورده، میرسه میرسه. نه اصلا نمیخواد کسی بخواد دنبال رفته، قدم اولو میخواد بخواد، ولی خواستنش، ولی بقیش خیلی راحت میرسه. خیلی شده کسانی هم که زیادن چشای حسود که بخوان سنگ بزنن همه رد میشه، همه میرن. و پیغمبر هم گفته هر چی شما، هر چی دشمنا بخوان تلاش کنن تا این آثار و این عظمت از بین ببرن، نمیشه، بلکه نه تنها نمیشه بلکه بیشتر هم میشه، نه تنها نمیتونه خراب کنه بلکه بیشتر هم میشه، که تو تاریخ بی سابقه است. حسین غریب مادر توی هر باب دل من، به گوشه چشم تو بسه سه هر مشکل من، به گوشه مسال مشکل من، تو حسین غریب مادر توی هر باب دل من، تو حسین چشم تو بسه من، یه روزی میاد آقا جون که منم سگ تو باشم، یه روزی سرم و موقع مرگم دو یه پات بذاشتم، سرم و موقع در خونه حسین و هر کی با ادب بکوبه، در خونه حسین و هر کی با ادب بکوبه، هر چی خواستی میده والله این آقا قد خوبه، هر چی خواستی میده والله آدم ما رو ببینید، هی نگید چرا چنینید، آدم ما رو ببینید، هی نگید چرا چنینید، مگه اسمی دیگه از ما به
زایره یا حسین شنیدید اگر اسمی زایره یا حسین شنیدید آقا حسین اینجا جاییه که چی بگم؟ یه جاییه که وقتی انسان تو این دستگاه قرار میگیره روحش، روانش، زندگیش همه چی تو این دستگاه قرار میگیره، آرامش میدن به انسان. میخوام بگم دوست من، عزیز من، هیچ جایی نرو غیر از در خونه اهل بیت. هیچ جایی، هر چقدر مشقت داشته باشه این راه، ولی ارزش داره. ارزشش خیلی بالاتر از این حرفای. شاید میبینی اونی که از بیرون میاد، شما داری از من مصاحبه میگیری، ولی اونی که از بیرون میاد امام حسین هم نمیشناسه. میاد یه شب یک یا حسین میگه امام حسین میخرتش. مثل رسول ترکا، مثل اینایی بودن که من شاید یک عمر نوکری کنم برای امام حسین ولی ارزش نداشته باشه، چون که معرفتشو پیدا نکردم برای امام حسین. ولی اونی که میاد یک بار یا حسین میگه، اون دوستی که میخواد بیاد تو این خیمه شرکت کنه، یک بار بگه یا با عبدالله انی سلم لمن سالم کنم، آقا متوجه میشه که این واقعا از ته قلبش میگه سلم لمن سالم کنم، دوست دارم شما رو، دوست داره امام حسین رو. ولی من نمیدونم، شاید امام حسین این همه زحمتم برای ارباب بکشم، ولی امام حسین اون نگاه کریمانه، اون نگاه رحیمانه رو که نسبت به اون جوونی داره که یه شب حضور پیدا کرده نسبت به من نداشته باشه. ولی ما از امام حسین همیشه اینو میگیم، میگیم یا امام حسین انظر الینا نظرتان رحیمه، آقا جان ما هر چقدر بدیم ولی شما رو دوست داریم. اومدن خدمت یکی از اهل بیت فرمودن آقا ما شما رو دوست داریم ولی یک مشکلی داریم، یک خطای بزرگی داریم، یک گناه خیلی بزرگی داریم. فرمودن چه خطا و چه گناه بزرگی؟ گفتن من همه شما اهل بیت رو دوست دارم ولی نسبت به حسینتون ارادت خاص دیگه ای دارم. فرمودن این گناه نیست، ما اهل بیت نسبت به ابا عبدالله حسین نظر خاص دیگه ای داریم. وقتی اهل بیت نسبت به امام حسین نظر دیگه داشته باشن، من کیم؟ پس اینجا جاییه که به انسان شرف میدن، اینجا جاییه که به انسان مال میدن، دین میدن، حب میدن، هر چی میخوای. ای که مریضی بیا بر در آل ابا، چاره هر مشکلی در مطب زینب است. اینجا هم خیمت و زینبه. ما اسم این خیمه رو گذاشتیم بگیم یا ابا عبدالله. ما برای حضرت زینب ماتم کده درست کردیم که بیبی حضرت زینب هر شب بیان اینجا، ایشالله بیان. همه این کارا برای اینه که یک بار اهل بیت نگاهشون بیفته سمت ما، یک نگاه بکنن، یک سر تکون بدن، بگن قبول کردیم. همش برای همین میخوام به همه جوونا، به خودم، به دوستان بگم که هر چی میخوای، چی میخوای، از اینجا، از این درگاه بهتر کجا میخوای بری؟ دنیا میخوای، آخرت میخوای، پول میخوای، زن میخوای، بچه میخوای، هر چی میخوای تو این دستگاه بهت میدن. عزت میخوای، احترام میخوای، همه چی اینجاست. هیچ جا خبری دیگه ای نیست. هر کی گرفته از همین در گرفته. جای دیگه رفتن عاقبتش بیچارگیه. هر چی میخوای از امام حسین بخواه، که هر کی به هر جایی رسیده از همین خاندان رسیده. ولاغی دست ها وقت نمایش است، هی دیده ها عشق ها هنگام بارش است، پیچیده در عالم باز این چه شورش است. آقا جانم تو بار فصل عزا و روزه ها به پا و واویلا، نوح کنان بگیریم دم اومده محرم واویلا، وای 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 ویلا حسین، وای 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 ویلا حسین، وای جان وای ویلا حسین، وای 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 همه بگن وای 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 جانم به تو سینه زن، ان شاء الله کربلا سینه بزنی برای ارباب.